برین کنار وایسی. نقل بپاشین، نقل بپاشین. عروس و داماد فقط بیان جلو، بیان جلو، بیان جلو، بیان جلو. بودی 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 بودی. بسه بسه. برین کنار، برین کنار، برین کنار. بخندین، 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 بخندین. ای بابا نشد آقا جون، نشد آقا جون. تشریف برین عقب‌تر، تشریف برین، برو عقب. آقا این گل آزنبیل نیست دستت که عزیز من، برو عقب‌تر، برو. عروس و داماد بیاین 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 بیاین. آروم 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 آروم. نقل پاشین، نقل پاشین، نقل پاشین. نخندین نخندین نخندین، تو جوب نیفتین، تو دوربین نگاه نکنین. بابا نشد، ای بر خر مگس معرکه نه. آقا شو بازشو ما داریم فیلم برداری می‌کنیم. شما بیرون عجب. آقا بفرمایید. خوب اومدین خانم. وقت بهت گفتم حرکت کن میری طرف ماشین درو باز میکنی، به منم نگاه نکن. صبر کن، نرو حالا، صبر کن، صبر کن، برو برو برو. اینو باز کنم همینو. صبر کن بابا، صبر کن. نشد بابا. یو برو من، برو من، برو من. آقا جون شما حواست به من باشه دیگه، سوال نکن دیگه. از اونجا که راه افتادی اومدی بیا قشنگ در ماشینو باز کن، برو تو، برو. به من نگاه نکن، درو باز کن. تعارف کن عروس خانم، بره بشین. مواظب خودت باش.
با اجازتون. کجا اوستا؟ کار خوابوندی؟ فعلا که مسئله نداری واسم، چی بگم؟ آخه چرا مسئله نیست؟ تو چی کم داری؟ همش میگه چی کم داری؟ چی کم داری؟ بابا گت، سیمان، مزاک برای فرش کردن اتاقا. چرا تا حالا نگفتی؟ زک دو مرتبه شروع کرد. صادق یه هفته است دارم میگم، این خیالته؟ به کی گفتی؟ به خود شما. آقا جو مرد حسابی، مگه نمیبینی زن و بچه‌م دارن تو خاک و خل زندگی میکنن؟ چرا کارو تموم نمیکنی؟ تو خودتو عصبانی نکن صادق. مرد حسابی هم خودت هستی. وقتی دستم خالیه واسه امداد زنواری را نگاه کنم؟ نمیخواد منو نگاه کنی، کارت انجام بده. چرا حرف زور داری میزنی؟ وقتی پول نداری بی خود میکنی ساختمون میسازی. بی خود تموم پول چه کاری بکن؟ بلش کن صادق. کسی کار نمی کنی که نه مسابقه ای نه چیزی. بلش کن بودم بخشو بگیری تو بشتر میده. بلش کن چه زندگی ما میخوای تو؟ بلش کن بابا کار نمی کنه. به درک اصلا کار نمی کنه. آخه مگه تو کارم بلدی که بکنی؟ به سلامت. بلش کن بابا. خب راست میگه، هر کاری برای خودش لوازم میخواد، مصالح میخواد. تازه پول طرفم باید بهش بدی، کارگر جماعت روزمزد میشه. عرقش خوش نشده باید پولشو بدی. همین. به قول گفتنی گردو داری؟ بیا گردو بازی. حرف حساب که جواب نداره. با دست خالی که نمیشه خونه ساخت بابا. اونم این کاخ کرملین، لقمه های گنده تر از دهن. چی میگی خانوم؟ مگه کسی از شما پول گرفته که انقدر غور میزنی؟ تا حالاشو جور کردم، بعد از اینش هم جور میکنم. خواهش میکنم بی روغن سرخش نکن. تو اگه راست میگی برو قصد فرش ها رو جور کن، دو هفته از عقب افتاده. حالا من راضیش کردم بمونه، ولی باید دستمزدشو داد بابا. این بیچاره رو درواسی میکنه، میگن مصالح نداریم، ولی حقشو میخواد. برم ببینم چی کار میتونم بکنم. یه پولی جور کن بهش بده، کل قضیه بکن بره بابا. بفرمید آقا، بفرمید. خواهش میکنم بابا، مستجر آوردن. این چه خونه ای آوردی؟ هیچ نگران نباشید. ظاهرش رو نگاه نکنید. داخلش خیلی عالیه. به به، سلام آقا سید. صفا آوردی. چه عجب از این طرفا. بفرمایید آقا، بفرمایید. خواهش میکنم. آقا سلام علیکم. سلام. خیلی خیلی خوش اومدید. زحمت کشیدید. حال شما خوب؟ زحمت دارید. خیلی خوش اومدید. آقا سید ببخشید. این آقا سید میدونه من این خونه رو به هر کسی نمیدم. شما ظاهر این خونه رو نگاه نکنید. اولا راجع به پله‌هاش بگم، این پله‌ها همه قرار مرمر و سنگی بشه. این وسط حیاط هم همه سنگ میشه، نماد سنگ میشه. باغچه هم اینجوری نگاه نکنید. از این موها هم میتونید خیلی راحت استفاده بکنید. بعدا ان شاء الله اگه دستمالمون یه مقدار بهتر شد و اینها، میتونیم این وسط براتون یه استخر هم بزنیم. بفرمایید حالا داخل ساختمون رو براتون توضیح بدم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. بفرمایید. بفرمایید مواظب پله‌ها باشید. بفرمایید تو. بفرمایید. فرض بگیرید خونه خودتونه. بفرمایید تا براتون توضیح بدم. بفرمایید تو، خواهش میکنم. بفرمایید، تعارف نکنید، خونه خودتونه. بفرمایید تا براتون توضیح بدم. ببینید یه دیوار میخوره اینجا، یعنی درست همینجا. بعد فرض بگیرید اینجا میشه پذیرایی، اینجا هم چی میشه؟ حال. بعد اگر یه دیوار درست از وسط همینجا درست بیاد بخوره اینجا، دو تا اتاق نقلی در میاد، یعنی اینجا و اینجا. تا اینجا درست شد. اما خب ببخشید آقا، سرویسش کجاست؟ خدمت شما عرض کنم که اما سرویسش این دیواره که یادتونه، یه دیوارم درست میخوره اینجا که میشه بل نسبت شما، گلاب بروتون، روم به دیوار، توالت. اینجا هم رخکن و حمام. ناگفته نموند که حمامش هم وان داره، از اون وانای شیک، عینه و خارج. اینم درست شد؟ ببینم آقا، آشپزخونه‌ش هم باید فرض بگیریم. آشپزخونه؟ اوپنه. یه آشپزخونه شیک و دلباز با کاشی‌های ایتالیایی، اونم چی؟ فقط یه مقدار سقف نداره که اونم بعداً براتون آماده می‌کنیم. اونم فرض بگیرید اینجا. خب اینجا کی تموم میشه آقا؟
خدمت شما عرض کنم به که به معنی اینکه پول دستم بیاد یه ماهه تمومش میکنم، شاید هم زودتر. البته شما فرض بگیرید یه ماهه تموم میکنم، ولی من قول میدم. یعنی قول برای چی بدم؟ اصلا قول نمیخواد. 15 روزه تمومش میکنم با این توضیحی که دادم. دیگه تموم دیگه، کاری نداره. نه آقا، این خونه بعیده که بنزدیا تموم بشه. چرا بعیده؟ امکانات که باشه زود میره بالا. شما پولو بذار رو مرده، بلند میشه برات ناقره میزنه. اصلا نگرانش نباش. اجارهش چند هست؟ اجارهش والا حقیقتش من از همون اول که شما رو دیدم به دلم نشستی. قربون شما برم. منتها باور کنید بیشتر از اینا برام آب میخوره. شما یه میلیون تومن رهن کامل بدید. خوبه؟ یه میلیون؟ چه خبره؟ اونم واسه همچین خونه ای؟ معلومه چی عذاب در بیاد؟ اتفاقا کاملا معلومه چی عذاب در میاد. مرد سوی من که همین نقشه رو براتون ساختم. البته اینم بگم چون نیمه سازه این قیمته میگم، وگرنه خدا شده بیشتر از این حرفا میارزه. حالا چون شمایید 850. نه آقا گرونه، اونم واسه همچین خونه ای که همش باید فرض بگیریم. نمیخواد. بیا بریم خانم، ما نمیتونیم همش فرض بگیریم. درست میگم بابا؟ ببین دیگه 750 آخرش، یعنی اگه کمتر از این بگم مردم بهم میخندن. بابا صبر کن آقا جون، شما یه دقیقه صبر کنید. البته میتونیم رو 650 فکر کنید. میدونید یه دندگی هم خوب نیست. 550 خوبه؟ آقا جون فرض کن ما پولو دادیم، حالا شما بسازی ما میام میشینیم. بریم بابا با این پله هاشون. اینجا کجا بود آوردی؟ بابا یه دقیقه صبر کنید، شما چرا اینقدر کم طاقتید؟ بپا کنه بیان بابا، تام خیلی زحمت کشیدی. خرابه است، اسم تو گذاشته خوبه. پله ها رو نگاه کن. آقا جون شما یه دقیقه صبر کن. آقا خانمم داره اشاره میکنه که یکم کوتاه بیام، نمیتونم رو حرف شرفی بزنم. 400 تومن یک کلام جهنم، بیا برده برو. ببین چی میگم؟ این خط، این نشون، اینم کلاه درویشون. اصلا شما لیاقت ندارین. اینجا به درد شماها نمیخوره. برید گم شید. من دیگه این خونه رو به شما نمیدم. حتی اگه 1 میلیون تومان بخواد. فایده نداره که. هرچی هم که زور نزنی، ما پول کم داریم. مشتری رو میپرونه. شریفی را معین فرمایید. اسمم محسن کرمی. آقای محسن کرمی. عروس خانم. اسم کوسیش را معین فرمایید. عروس خانم نیلوفر خرمی. نیلوفر خرمی. عروس خانم نیلوفر خرمی. وکالت دارم که شما را عقد دائمی آقای محسن کرمی برابرم. عروس رفته گل بچینه. عروس خانم نیلو فر خرمی، اشارت دارم که شما را آقای محسن کرمی درآورم. عروس که هنوز از باغ بر نگشته. Thank you.
شما هم همیشه کامیاب باشید. درسته. انشالله شما هم همیشه شادکام و کامیاب باشید. چلا عرصه باباتون باشه شما. چه عرض کنم دیگه. یعنی چه؟ چه خبرته؟ چه دود از کلت داره بلند میشه؟ کل پزینو انداختی؟ چیزی نیست آقایون، چیزی مهمی نیست. نزدیک بود آتش سوزی بشه ولی نشد. بگی بگی جانم، بگی 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 تو 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 تو. درست پشت سرمه، زن گندهه که الکی داره میخنده. اون رو سری خال خالیه؟ نه بغل دستیش. خب تو پاشو برو، منم میرم مخه پدر داماد کار بگیرم. آدم بدی نیست، میشناسمش. الهی با امید خودت کرم تو شکر. بکنید، خواهش میکنم، خواهش کنم، میل بفرمید. شادی کنید، بکنید، خواهش میکنم. شما هم دور، شما هم همینطور. سلام آقای کریمی. سلام علیکم، احوال شما؟ یعنی چه؟ بس کو بند بساطتون؟ حاجی آقا ما تو همین الان داشتیم تصویر برمیداشتیم. بگی جانم، بگیرید، باز هم بگیرید، هرچی دلت بخواد بگیر، بگی جانم. آجابا، یعنی یه دقیقه ما فرصت نمیدیم، ما یه خستگی در بکنیم. بگیرید، بگیرید، باز هم بگیرید. باشه، باشه، بعدش بگیرید، زیاد بگیرید. هزینش با من، هزینش با من، هر چه قدم بیشتر شد. بگیرید جانم، بگیرید. عرضم... آره، بگیرید. آجابا، یه عرض کوچیکی خدمتتون داشتم. خیلی خوب، بگو بگیر، بگو بگیر، بگیر، حالا بگو، بعد بگیر، خیلی خوب بگیر. آخه چجوری بگیره بگیر، یعنی بگم بعد بگیرم، اگه بذاریم بگم، من بگم، من میگیرم بعدم میگم به تو. اجازه بدیم من بگم آخه بگیرم بعدم، اگه بگیرم بگم که نمیشه بگم، بگم من بگم بعد بگیرم بعد. بفرمی خواهش میکنم، شما هم بفرمید. خیلی خوب بگو، بگیر جانم. ببینید حاج آقا، من این آقا پسرتون من خیلی خوب میشناسه. من حقیقتشو بخواید با آقای داماد دوران دبیرستان هم کلاس. آفرین، خیلی خوب، باریکلا. خب بگو، حالا بگیر 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 بگیر. خیلی خوب، بگو بگو بعد بگیر بگیر. عرض شود که حاجی آقا، من چجوری بهتون بگم، من یه مشکلی دارم که این مشکل فقط به دست شما حل میشه. بعد اینه که اگه شما محبت بکنید، خب آخه میدونید من دارم، یعنی چون خونه میسازم، بعد اون وقت از نظر اینکه باید، واقعیتش اینه که من به خنسی برخوردم، اون وقت بابت این قضیه هم خیلی هم باشه، باشه، فردا بیایید دفتر من. یعنی آدرس دفتر منو دارید؟ نه، حتما، حتما از داماد میگیرم. برو شما. باشه، اما به یه شرط، به شرط این که امشب تا صبح فیلم بگیر، هر چقدر میتونی فیلم بگیر. چشم، برو چشم. بگیر جانم، فیلم بگیر. چشم رو کرده، چشم، برو چشم، حتما میگیرم، هرچی فیلم دارم امشب برای شما میدم. بگیر جانم، بگیر، 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 از من، از همه، بگیر. اصلا خوشم نیومد، تا حالا به کسی اینجوری رو ننداخته بود. خب حالا چی شده مگه؟ هیچی، قرار شد فردا برم دفترش. تو چیکار کردی؟ من به مادر عروس گفتم دوست دخترشم. زهرم منو شناخت، انقدر خوشحال شدن آدرس خونهشونو دادن. قراره برم دم خونهشون. خیلی خیلی پولن، خیلی هم ماهن. خدایا شکرت، مثل اینکه گوشی شدین کرده داره همه چی حل میشه. باش بریم. فکر کنم همین باشه. اینه خونه مادر عروس؟
خب آدرس که اینجا رو داده. ببین قبلا خیلی بهتر بوده ها. آره معلومه. ولی خونه رفیق دو مجلس عروسیش نمیخوره. شاید نمیتونم توش بهتر باشه. شاید. صداتون برم خانم جعفری جون. سلام. منظور خانم جعفری اینجا؟ شما؟ من چیزم، من همونم که با زهره جون تو عروسی شوهرم فیلم برداری میکردیم، یعنی با شوهرم تو عروسی زهره جون شما داشتیم فیلم برداری میکردیم. خب که چی؟ هیچی دیگه. اونجا شما اگه یادتون باشه خودتون به من قول دادین، گفتین شما مثل دخترای من میمونین. چی قول دادم؟ آره دیگه خودتون گفتین که من گفتم من مشکل مالی دارم، شما گفتین عیبی نداره شما مثل دخترای من میمونین، مثل زهره منین. حالا من اومدم ببینم که مثل دخترای شما میمونین، مثل زهرتون، اومدم صحبت کنیم با هم اگه بشه. خب یادم افتاد، حالا بیاین بالا. مرسی. شما یکم آقا را بیا با تمام حرفای قیمت یکم زیاده. ضرر نمی کنی آقا، 600 تومن 10 تومن تازه به نفع شماست. به جون شما نباشه، به جون خودم اجاره زیاد بهتون نگفتم، این روزا قیمتش همینه. ولی آقا شما با این حرفا ما را بیا آقا. حالا شما تشریف بیارین بانگا، بالاخره یه کمی پایین بالاش میکنیم، یه طوری میشه دیگه. ضرر نمی کنی آقا، این روزا اجاره همینه. آقای اکبری تشریف بیاریم بریم بونگا، حاج آقا لباس میپوشن میان بونگا میشینیم صحبت میکنیم. ببخشید آقا زحمتتون دادیم. حاج آقا با اجازتون. خداحافظ. من الان میام. آقای اکبری، اکبری ما رو نمیشناسی؟ ببخشید جناب علی، من خودم یه خونه خوب سراغ دارم. بابا دوران سربازی بهشر یادت نمیاد؟ خوشت میاد پولتو بدهید دست این بونگایی ها؟ من خودم برای یه خونه ارزون قیمت گیر میارم. آسایشگاه یادت نمیاد؟ نه به چطوری؟ جناب آیه احمدی، بابا نشناختم، قیافت خیلی عوض شده. آقا شما بفرمایید میام خدمتتون. با اجازه. خواهش میکنم تنها میکنم. پس تو کجایی؟ آقا مگه پول مفتی رو وردی؟ 600 تومن برای سوراخ موش؟ ای داد بیداد، خونه بهت نشون میدم هست کنی. چی کار کنیم آقا؟ مستجری هزار بدبختی. قصه‌شو نخور، یه خونه سوراخ دارم انگ شماست، اصلا برای شما ساخته شده. ببین یه خوابه شیک لوکس نوساز، از در که وارد میشی پله‌های یه متر و نیم عریض با سنگای مرمر سفید و مشکی، آشپزخونه اوپن، بعد حال و پذیرایش زمین فوتباله، بل نسبت شما توالتش، حمامش، دستشویش، خلاصه همه چی تموم، تکمیل تکمیله. اینایی که شما گفتین خیلی خوبه، حالا قیمتش چند هست؟ هر چی بدین، قابل شما رو نداره. واقعیتش شما رو که دیدم به دلم نشستین. خونم مال خودمه، منم دنبال دو نفر آدم قابل اعتماد میگردم. پیش خودم گفتم شما به درد من میخورین. اول زندگی، جوون، خوش اخلاق، آدم که بچه نداشته باشه همه جا جاش هست. ببخشید آقا ولی ما یه دونه بچه داریم. یه بچه؟ 100 تا باشه اشکالی نداره، مهم تربیتش که شما هم داری. حالا کجا هست؟ الان آدرسشو بهتون میدم. اینم آدرس خونه، شما فردا راست ساعت 5 تشریف بیارید من خونه در خدمتتون هستم. از بابت خونم اصلا نگران نباشید، خیالتون تخت تخت باشه. مطمئن شما امری ندارین. مخلص شما هستم. خداحافظ شما. خدا نگهدارتون باشه. قربون شما برم. آقا سلام علیکم، معذرت میخوام، ببخشید عذر میخوام ازتون. خدا نگهدار. اینا دیگه کی بودن؟
هیچی، مشتری بود، آدرس خونه رو بهشون دادم. تو چیکار کردی؟ بابا اینا که وضعشون از ما بدتره که. چطور شو؟ بعد داستان عروسی اون شب چی بود؟ چی بابا؟ فقط خانواده داماد وضعش خوبه. بابای داماد تاجره. پسره پاشو کرده تو یه کفش که زهره رو میخوام. هرچی هم مخالفت کردن فایده نداشته. خانواده زهره هم که وضع مالی خوبی نداشتن. بله، پس برای اینکه از قافله عقب نمونن و بتونن جلوی خانواده داماد خودی نشون بدن تا خرخره رفتن زیر قرض. دقیقاً. پس چرا اون شب تو عروسی به شما قول کمک داد؟ هیچی. ترسید از خانواده داماد عقب بیفته. پس با این حساب فقط گوش بابای داماده که قابل بریدن. چقدر خوبه که تو با اون رفیقه. رفیق پسرشم. بگه. پس من اول میرم دفترش، بعد میرم دانشکده، بعدم میرم تلویزیون. تو کاری نداری؟ نه، فقط برو ببین چی کار میتونی بکنی دیگه. باشه، خداحافظ. خداحافظ. شانس آوردی چه که وسط جلسه نوشتن. سابقه نداشتم همچین کاری کنم. خانم مثل اینکه اشتباهی رخ داده. من دیشب که باشون صحبت کردم خدمتشون عرض کردم که مشکلات من خیلی بالاتر از 5-6 تومنه. بله، ولی ایشون گفتن که بیشتر از این براشون مقدور نیست. حالا نمیشه یه بار دیگه شما بهشون بفرمایید شاید مقدور شد. نمیشه آقا، من که دوباره نمیتونم برم وسط جلسه. همینه که هست. ببخشید خانم، شما دیشب تو جشن عروسی پسرشون بودی؟ بله، چطور مگه؟ هیچی. معذرت بخوام. خداحافظ شما. باشه، یه مو از خرس کندنم غنیمته. خدایا شکرت. اسمی تو کجا؟ ببین صادق، برو فیلم بعدی شبکه اولم که نگرت داشت، بعد یه شیرینی بدی. باشه حتما، ولی اگه تو هم زابل یا زاهدان میافتدی خیلی بهتر از اهواز بود. من راضیم، اهواز خیلی بهتر از زابل و سرخسه. باز توی اهواز یه خبریه، یه تق و توقی، یه دنگ و دونگی. ولی جا تهران نمیشه. بله دیگه، اگه ما موقعیت شما رو داشتیم بر دلتون میموندیم. باز زدی، بیا را بیافت. سلام آقای مشکلی. خیلی تو چه قد حالی؟ خیلی ممنون. ببخشید شما منو واقعا شرمنده کردید. برای چی؟ بابت موندنم تو تهران. ای بابا بی خیال، ما که کاری نکردیم. اختیار دارین. من می‌خواستم بپرسم که حالا ما واقعا موندگار شدیم؟ اگرم بخوای دیگه نمیتونی از اینجا بری. خیالت راحت باشه. از پس فردا میذارم تو برنامه. فعلا بزن بریم، می‌خوام به یکی معرفیت کنم. بجو. آقای کمالی سلام علیکم. بالاخره آوردمش. به به، سلام بکتاش. چطوری؟ اینم آقای مشکینی، همکار جدید واحد. از امروز در خدمتشون هستیم. ایشون هم آقای کمالی هم دلاور واحد فیلم بردارا، بهترین تصویر بردار جبهه و جنگ. در واقع این آقا بکتاش ما یه خورده پیازداغش رو زیاد میکنه. راستش اینطور هم نیست. اینم مدرک، چفیه یادگاری جبهه هست. آقای کمالی هیچ بخونه از خودشون دور نمیکنن. بله بله، قطعا پاشونم توی جبهه آسیب دیده. درست میگم یا نه؟ کاملا درست فهمیدی، همینطوره. خب جبهه رفتن این چیزا هم داره دیگه. چیز مهمی نیست، خودتون رو ناراحت نکنید. اما ما یه وقت جبهه نفرستی ها، من اینجور جاها نمیتونم برم. برنامه جبهه تو قبضه ایناست،
سرشون درد میکنه واسه جبهه و جنگ. تو خیالت راحت باشه، نگرانم نباش، بی خیر ایش خودمی. قربونتم. زمنان من یه مشکل دیگه دارم که گرش فقط به دست خودت باز میشه. چه مشکلی؟ خونم نیمه کاره مونده، پول ندارم تمومش کنم. دستم خالیه جون صادق، و الان مخلصم هستم. از تو که نمیخوام. ببین یه وام میتونی از اداره برام جور کنی؟ بابا جونم از سابقت کمه، ادارم بهت وام نمیده. بابا من 4-5 سال کارمند تلویزیونم، دانشجو بودم. باشه، باز باید یه کمی صبر کنی. اوه، از تو جلوترا تو نوبتن. شنیدم یه صندوق برای بچه‌های فیلمبردارا دارن که. آره دارن، ولی برای اونم باید صبر کنی. راستی صادق، همین کمالی یکی از اعضای هیئت مدیرشه. خب خیلی هم حرفش در رو داره جون تو، خیلی هم بهش احترام میذارن. این اگه بگه بدن تمومه میدن. خب تو بهش بگو بدن دیگه. بابا واسه خیلی‌ها جور کردم، دیگه محل ندارم، یعنی کوپنم پره. خودت باید دست به کار بشی، یه کمی وقت میبره ولی خب ارزشش داره. آدم بدی نیست، باهاش رفیق بشی هوات داره، سعی کن رفیقش بشی. آره باشه، ببینم چی کار میتونم بکنم. سلام. تنهایی اجازه بدید شما. خواهش میکنم اجازه بدید. اختیار... عادت دارم عزیز. اجازه بدید من شرمنده میکنیم واقعا. چقدر خاک روشون نشسته. خاک منطقه است. پس از جبهه میان. آره خوش به حالتون. منطقه عملیاتی محرم. جدی میگین؟ خیلی دوست داشتم یه روز میرفتم اون طرفا. قبلا نرفتی؟ کم سعادت بودین، فرصت نشده، مشکلات گرفتاری هم که نمیذاره. اینشالا که فرصتش نصیب شما هم بشه. خیلی دلم میخواد ولی تا حالا که پا نداده. آقا ببخشید من جلو را افتادم. خواهش میکنم. دست شما درد نکنید. اختیار دارید. خب اگه امر دیگه ای باشه ما در خدمتیم. دعا بفرمایید انشالا فرصتی پیش بیاد تا با هم همسفر بشیم. بله انشالله انشالله، واقعا سعادت بزرگیه برای ما. خلاصه اگه چیزی بیرون جا مونده من برم براتون بیارم. تعارف نکنید. زنده باشید. قربون شما. التماس دعا. خب امری باشه. موفق باشید. خداحافظ شما. قربان شما. خدا نگهدارت. آقا سلام عرض کردین. علیک سلام آقای مشکینی. خوبه؟ آره خوبه. خداحافظ شما. خدا نگهدار. آقا خداحافظ شما. خداحافظ شما. قربون شما. التماس دو. خواهش. عجب بچه یه مخلص و مشتاقیه. من که ازش خیلی خوشم اومده. بله آقا، آدم سالم و پاکیه، در ضمن خیلی هم سر نترسی داره. حق با توی بکتاش، اینو بذارش برای من، به درد منطقه میخوره. بله بد نیست یکی دوبار با من آفیشش کنی ببینم چطور جوونیه. اتفاقا همین به درد شما میخوره. آقا سید قربون تو برم، پس چی شد این مشتریات چرا نمیفرستی؟ ما یه هفته است تو این خونه دردی میکنه است. آقای مشکینی نمیگیرن عزیز من، برای یه همچین خونه این مشتری نمیاد، اصلا کم میاد. بچه تو خونه آقای غلامی رو گرفتن. غلامی کیه؟ همین که سر کوچه ما میشینه. آها بابا، اون خونهش سفیدکاری شده بود و فقط دراشو کار نذاشته بود. خب معلومه براش مشتری میاد. خونه شما چهار دیواریه و فقط یه سقف داره، همین. هنوز خاک و گله، مردم نمیان واسه یه مش آجر سیمان پول بدن که برسون به سفیدکاری، اون وقت ببین رو هوا میبرن یا نه. میدونی چیه سید جون، اصلا شما کاسب نیستی. شما اگه کاسب بودی یا تا حالا صد باره کرش شده بودی. لا اله الا الله، عجب حرفیه. خونه تو نمیگیرن من چه کار کنم؟ سلام علیکم. علیکم سلام. ببخشید آقا، یه خونه میخوام واسه یه زن و شوهر و یه بچه. چقدر پول داری؟ چه خونه ای باشه؟ حتما نوساز باشه، یه خوابه نقلی. 600 تومن هم میدم، کرایه هم تا 4-5 تومن حاضرم بدم.
ببینم میتونی یه مدت صبر کنی؟ نه آقا نمیشه، من تا 15 روز دیگه باید خونه رو تخلیه کنم. بالاخره خونه دارین یا ندارین؟ دارین آقا دارین، یه خونه داریم فقط به درد شما میخوره، اصلا انگ شماست، برای شما ساخته شده، یعنی دارم میسازم، 15 روزم تحویل شماست. آخه آقا صادق بابا جون، همین الان میارم نشونشون میدم. چش شما بفرمایید، بفرمایید شما. آخه اینجوری که نمیشه، خونه کجا چند میره، کرایه چند داره؟ آقا جون همینجا دو تا کوچه پایین‌تر، شما بفرمایید من در خدمتتونم. اینجوری که اصلا شما نگران نباشید. چش من باهاشون راه میام. بفرمایید، بفرمایید شما خانم، بفرمایید. خب بفرمایید که شما شغلتون چیه؟ من یا خانومم؟ عجب، پس زن و شوهر شاغلین، اغلب صابخونام همینه میخوام. نه آقا ما یکیمون شاغله. اه؟ خب درستش هم همینه، اصلا معنی نداره زن بره سر کار. ولی آقا من میرم سر کار، شوهرم هنوز کارش تسلیف نشده. خب البته خب من خودم هم گاهی اوقات خانه‌داری میکنم، هیچ اشکال نداره. زندگی جالبی باید باشه، هیجان انگیزه، زن کار کنه مرد خونه داری. ما همین یه بچه رو دارین شما؟ بله. ماشاءالله ماشاءالله چه بچه‌ای، خدا حفظش کنه. گوری ببری بری ببینم بابا، بده بغل من، بده بغل. خب بفرمایید، بفرمایید. خب دیگه رسیدی. حالا اگه گفتین کدوم یکیشونه؟ نکنه اون آجر 3 سانتی است؟ نخه. ببینم اون سنگ مرمریه چی اونورترش؟ اون یکی؟ آره. نه اونم نیست، نه. اون در ماشین رو بزرگه چی؟ نه عزیز من، اون که آخه خونه به درد شما نمیخوره که. ببینم نکنه اینه؟ این؟ آره. این چه فرمایشی میفرمایی؟ شما بفرمایید تو خونه اصلی رو نشونتون بدم. شما الان کجاش دیدین؟ شما اگه این خونه رو ببینید تمام این خونه رو که دیدین فراموش میکنید. تش بیان جلو بفرمایید. بفرمایید. خب حالا اگه گفتین کدوم یکی از این خونه هاست؟ من فکر میکنم این دو طبقه باشه. نه خیر، شاید هم اینه. اشتباه میکنی؟ نکنه اینه. مرحبا، خوشم اومد، زدی به هدف، اینه میگن سلیقه. بفرمایید. الهه چایی بذار، مشتری ایدئال برات آوردم. بفرمایید. ولی این که خیلی مونده تموم بشه. تموم آقا تمومه، من که عرض کردم 15 روزه تحویل شماست. شما بفرمایید. اصلا این که هنوز خونه نیست. این حالا کار داره، فایده نداره، برگردیم. بله آقا جون شما بفرمایید، نظرتون عوض میشه. بفرمایید تو، بفرمایید. بفرمایید. ای آقا بچه‌مو کجا میبرید؟ نمیخوام آقا، خودم نمیخوام. بفرمایید داخل، بفرمایید، تعارف نکنید. شما بفرمایید بالا، نظرتون عوض میشه، ظاهر خونه رو نگاه نکنید. تش بیارین بالا، بفرمایید. آقا بچه‌مو الهی چای بده. آقا هیچم عوض نمیشه آقا جون، بچه‌مو رو بده، ما خونه نمیخوام. شما خونه رو ملاحظه بفرمایید. البته نگران این پله‌ها نباشید. این پله‌ها سنگ‌های مرمری مشکی می‌خوره. بفرمایید آقا. بچه‌رو نندازی خونه نمی‌خوام آقا. بفرمایید تو. ببینید اینجا پذیرایشه، اینجا هم بلند بره تو. صبر کنه اینجا همونو اینجا تو پذیرایش. شما صبر کن، شما که تا اینجا اومدید بدونید من براتون بگم. ای داد آقا صبر کن یه دقیقه. خونه تو سرت بخوره، نخواستیم آقا، نخواستیم، بچه‌مو کشتی. آقا جون یه دقیقه صبر کن، شما ببین چی دارم میگم. 550 400 تومن اوکازیون ها کرده، مسخره کرده خودشو با این خواب. بابا یه دقیقه صبر کنید، شما چرا انقدر کم طاقتید؟ مسخره کرده خودشو، پشیمون میشین. برید به جهنم، ایشالله که آوارشید، ایشالله اصلا خونه گیرتون نیاد. اصلا میدونی چیه؟ شما لیاقت ندارین، شما باید برید تو کارتون زندگی کنین، بدبختا. بیداد بیداد، باز تو آمپرت زد بالا، فیوز پرانگی. نخند آقا نخند، من هنوز نتونستم یه عکس جدی بگیرم. بیا بالا، بیا بالا، اینقدر نخند دیگه، مصیبت. بیا بالا، بیا بالا، گوش کن ببین چی میگه. اولا نخند، دوربینم نگاه نکن، دوربین نگاه نکن. حالا
آروم نگران حرکت کن بیا بالا. آروم نگاه نکن قربونت وایسا. آروم بیا. نه برای چی میخندی آخه؟ آروم بیا، آروم بیا بابا جون. دوربین نگاه نکن، نخند. آها دیگه اونجوری آروم نه دیگه، راحت بیا بالا. آها بیا نگاه نکن دوربین رو، نخند. چرا اونور نگاه نکن، این دوربین نگاه نکن. حالا را بیفت بیا، نخند. آروم بیا بالا، فقط دوربین نگاه، نخند نخند، نگاه نکن به دوربین، به دوربین نگاه نکن. بیا 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 بیا، نگاه نکن، نگاه نکن. را بیا پرو، برو جلو، برو جلو، برو جلو. اینجا رو نگاه نکن، رو تو بکن اونور، رو تو بکن اونور، زنگ بزن آقا جون. نخ اینجا رو نگاه نکن، نگران باش، نخند. ببین حالا ساعت رو نگاه بکن، دست بذار رو زنگ، نگاه نکن اینجا دیگه. اه دست بذار رو زنگ، ساعت من ببینم ساعتت کجا، کجا ساعته این. آها خیلی خاله، دست اینجا رو نگاه نکن، دست بذار رو زنگ. قربونت برم آخه کارت خراب میشه. باز دوباره داره میخنده. آخه اینجا رو نگاه نکن، برو تو، بیا برو نرم، برو باهاش همینجوری، برو برو جلو. آها زوم کن، ببین عروس خانم بگو نخنده، نخنده. خوب بازی میکنم؟ آه عالیه، حرف نداره. فقط میدونی اشکال کارت چیه، زیادی میخندی. خب خنده هم میگیره، آدم باید بخنده، عروسیه. آره بخند، حق داری بخندی، خیلی هم خنده داره. ببینم شما خونه داری؟ نه ندارم. مستجری؟ نه. خب پس زنتو کجا میخوای ببری؟ خونه بابا. زک بیچاره بابات، بیچاره خودت. اه 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 مرد حسابی، مگه عقلت کم بود رفتی زنگ گرفتی؟ واسه چی؟ میگه چیه؟ مگه چیه؟ یه سال دیگه بچه دار میشی، سال بعدش یکی دیگه، تا میخوای به خودت بجنبی باید دنبال خونه بگردی. وای وای وای، خونه بیچارت میکنه، عشقت در میاره، بدبختت میکنه، ذلیلت میکنه. اگه به خاک سیان ننشونتت شانس آوردی. شغلت چیه؟ شاگرد قنادم. اه واری کلا، خیلی خوبه، حقوق شاگردی هم که میگیری واقعا شیرین کام باشی. بیچاره ای مرد حسابی، من جای تو بودم تا 50 سالگی زن نمیگرفتم. مگه مخه تاب برداشته؟ مگه عقلت کمه؟ ما رو باش از کی داریم فیلم برداری میکنی؟ جدی میگی؟ نه بابا شوخی میکنم، فقط ای کاش میتونستم ببرمه تا حال وضع منو ببینی. دلت میخواد مثل من بشی؟ بشو؟ خب بشو، خیلی خوبه، نونت تو روغنه. آره خب حالا میگه چیکار کنم؟ هیچ، آخه بدبخت فلک زده، آب ریخته رو میشه جمعش کرد؟ نه میشه؟ خب نمیشه. حتما یه راهی داره، نکنه من دارم اشتباه میکنم. ببین آقا اصلا خودت ناراحت نکن، گوش بده ببین برای چی میگم. ببین زندگی مثل یه سکه میمونه، دو رو داره. اینایی که برات گفتم روی خط زندگی بود، اما روی شیرش. تشکیل خانواده میدی خیلی بامزه است، مرغش تو خونت پر میزنه، شب که از کار میای با خنده زن و بچت همه چی رو فراموش میکنی، کارت رونق پیدا میکنه، هر چی کار میکنی چجوری برات بگم، یعنی دو برابر میشه، گوش دادی؟ بعد اون وقت اینه که هم کمکت میکنن، اصلا جای نگرانی نیست. ببینم خرج عروسیت از کجا بردی؟ یه خورده کار کردم که پسنداز شد، بقیشم وام گرفتم. از کجا؟ از مسجد محلمون. مسجد محل؟ چه فکری کردی؟ بابا تو دیگه کی هستی؟